توی چند دهه اخیر آثار باستانی زیادی از موزه های ایران دزدیده یا غیب شده از جام زرین خشارشا گرفته تا صدها سکه که هیچ وقت هم دزداشون پیدا نشد ولی یکی از ارزشمندترین و ناراحت کننده ترین دزدی ها مربوط میشه به لوح طلای داریوش هخامنشی که علاوه بر ارزش تاریخی یکی از اسناد ملی ایران هم به حساب میومد تو این ویدیو میخوایم داستان دزدیده شدن این لوح طلای ارزشمند رو براتون بگیم ماجرا برمیگرده به سال 1313 و زمانی که دستیار سرپرست تیم کاوش و تخت جمشید یعنی آقای فریدلی کرفتر دستور کاوش در زیر دیوارهای کاخ آپادونا رو میده ایشون از قبل دیده بود که زیر دو تا از گوشه های غربی دیوار کاخ آپادانای تخت جمشید حفره هایی قرار داره و برای همینم هم حدس میزد که احتمالا در این نقاط چیزی بوده که در گذشته قارت شده ولی سمت شرقی کاخ حفره وجود نداشت پس گفت که شاید اونجا هم چیزی باشه که هنوز دست کسی بهش نرسیده و البته که درست هم حدس زده بود فردی کرفتر دستور حفاری زیر گوشه های شرقی کاخ آپادانا رو داد و اینجوری دوتا از ارزشمندترین گنجینه های حخامنشی کش شد زیر هر کدوم از گوشه های دیوار شرقی یه جعبه مربعی سنگی بزرگ در ابعاد 45 در 45 و به قطر 15 سانت پیدا شد وقتی که در جعبه ها رو باز کردن توی هر کدومشون یه لوح طلا، یه لوح نقره، چهار سکه طلا و دو سکه نقره قرار داشت. اینجوری بود که چهار لوح زرین و سیمین حکامنشی متعلق به 515 سال پیش از میلاد پیدا شدن روی این لوها کتیبه به سه زبان پارسی باستانی، ایلامی و بابلی با این مضمون نوشته شده بود داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسبه از ریشه حکامنشی داریوش شاه گوید این از کشوری که من دارم از جایگاه سکاهایی که آن سوی سغندند تا برسد به هوشه از هندوستان تا برسد به لودیه که آن را اهورامزدا بزرگترین خدایان به من بخشیده است اهورامزدا مرا و این خاندان شاهی ام را بپاید اون زمان رضا شاه پهلوی بر ایران حکومت میکرد. شاه وقت ایران وقتی از موضوع با خبر شد اعلام کرد که این الواح قباله کشور ایرانه و اجازه نداد که این الواح رو به خارج از ایران ببرند. در نتیجه دو تا از این الواح یکی زرین و یکی سیمین رو به موزه ملی منتقل کردن و دو تا دیگر هم بردن به موزه کاخ گلستان زمانی که برج شهیاد یا برج آزادی امروز ساخته شد تو این برج یه موزه تعبیه کردن و برای افتتاح موزش دو لوح کاخ گلستان رو به موزه برج منتقل کردند. این الواح اونجا مون تا نزدیکی های انقلاب 57 که به خاطر ترس از دزدیده شدن آثار باستانی نخست وزیر وقت ایران دستور انتقال این لوها و خیلی از اشیاء ارزشمند دیگر رو به موزه ملی داد که اونجا جای امتری بود بعد از انقلاب اوضاع موزه ملی ایران خیلی آشفته بود و نظم ترتیب درست حسابی نداشت این وسط هم در سال 1359 یه باستانشناس سطح پایین نسبت به رؤسای قبلی موزه ملی شخصی به نام نصرت الله معتمدی که به تازگی امین اموال موزه هم شده بود، رئیس موزه ملی ایران شد و برای یک سال واسه خودش اونجا پادشاهی کرد. ایشون بعد از اینکه اسناد و مدارک موزه رو بررسی کرد، دید که یه جفت از این الواح زمان ورودشون به موزه کدشون اشتباه نوشته شده و با اشیای دیگه تداخل داره. واسه همین از فرصت سوء استفاده کرد و اون الواح رو دزدید. ولی اصلا هیچ کس از این ماجرا با خبر نشد بعد از چند سال یه باستانشناس به نام علی موسوی به موزه میاد و میخواد که الواح زرین رو ببینه ولی موفق نمیشه و توی پاورقی متن گزارشش مینویسه که متاسفانه از سرنوشت دو لوح زرین اطلاعی در دست نیست این اولین اشاره به این الواح بعد از انقلابه ولی باز هم کسی پی موضوع رو نمیگیره و میگن به خاطر اینکه اینجا نامرتبه پیدا نشده مرتب بشه حتما پیدا میشه بالاخره بعد از چند سال تغییراتی توی سمت ها اتفاق افتاد و معتمدی برای کاوش به یکی از سایت های باستانشناسی فرستاده شد علاوه بر اون قرار شد که باستانشناسی به نام شاهرخ رزمجو کتیبه های موزه رو مرتب کنه آقای شاهرخ رزمجو هم دست به کار شد ولی به الوای حخامنشی که رسید فهمید که فقط دو تاشون توی خزانه هستن و یه لوح نقره‌ای و یه لوح طلایی تو خزانه نیستن گم شدن بعد از کلی پیگیری مدیریت موزه ملی امین اموال قبلی یعنی همون آقای معتمدی که به تازگی پستش عوض شده بود رو احزار کرد معتمدی هم اومد به تهران و هرچی ازش پرسیدن که تکلیف این دوتا تا لوح چی شده اون هیچی نگفت و زیر بار چیزی نرفت تا اینکه پای پلیس اومد وسط و در نهایت در طول بازجویی ایشون در سال 1377 هجری شمسی اعتراف کرد که بله اون‌ها رو دزدیده و در نهایت لوح نقره رو هم برگردوند پس لوح طلایی چی؟ منتمدی تو اعترافش گفت که لوح طلایی رو آب کردم و یک میلیون تومان فروختم و با پولش واسه خودم پیکان خریدم. اینکه کسی که از باستان شناسی سر در میاره یه همچین کتیبه 2500 ساله ای رو آب کنه انقدر عجیب و بعیده که هنوزم خیلی ها این حرفش رو باور ندارن ولی در هر صورت این لوها هیچ وقت دیگه پیدا نشد. خلاصه متهمی در سال 1377 به جرم تخریب اموال ملی به پرداخت عین مال محکوم و برای همیشه راهی زندان شد این یعنی تا عین کتیبه رو نیاره نباید آزاد شه از اون زمان تا الان تنها خبری که میشه از این آدم پیدا کرد اینه که تو سال 1381 خبرگزاری ایسنا گفته که مدت محکومیتش کاهش پیدا کرده همین چقدر و چجوریشو خدا میدونه اصلا شاید تا الان خودش هم مثل اشیاء موزه غیب شده ما خبر نداریم شاید هم توی زندونه و شاید هم دیگه در قید حیات نیست در صورت چهار لوح زرین و سیمین رو دیگه به نام چهار لوح نمیشناسند چرا که یکی از اونها دیگه نیست و متاسفانه این سند زیبا و ارزشمند تاریخی رو ما برای همیشه از دست دادیم تاسف بارتر این که موزه ملی ایران بعد از این اتفاقات هم بارها اسیر حاشیه و سوء مدیریت شده سال 1386 و در زمان دولت احمدی نژاد برای اولین بار ریاست موزه ملی به شخصی داده شد که هیچ تحصیلاتی در زمینه باستانشناسی نداشت. رئیس وقت موزه ملی محمد رضا مهراندیش بود که فارغ تحصیل رشته ادبیات بود. ولی این پایان ماجرا نبود. محمد رضا مهرندیش 27 ماه بعد از ریاست موزه ملی بدون اطلاع قبلی و در زمانی که در حال رفتن به سمت دفتر کارش در موزه ملی بود از کار برکنار شد و در یکی از عجیب ترین انتصابات تاریخ فرهنگ و هنر ایران در سال 1388 خانم آزاده اردکانی به عنوان رئیس موزه ملی ایران انتخاب شد این در حالی است که تحصیلات ایشون در زمینه میکروب شناسی از دانشگاه آزاد بود ولی خب در ادامه سیاست فرهنگی انداختن چفیه برگردن کروش و در زمان حمید بقایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی این انتصاب صورت گرفت انتصابی که عاقبت خوشی هم نداشت خانم آزاده اردکانی هم به اتهام تحصیل مال نامشروع به شش ماه حبس و پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد و از کار برکنار شد